درود بر همیهنان گرامی، امروز جمعه 14 خرداد با خلاصه مهمترین خبرهای با تودی در خدمت شما هستم. انفجار در نزدیکی مرقد کاظمین دست کم 3 کشته و 20 زخمی به جای گذاشت. رسانه‌های عراقی شامگاه پنجشنبه از وقوع یک انفجار در نزدیکی مرقد کاظمین در نتیجه انفجار کپسول گاز در رستورانی شلوغ خبر دادند. گروه تروریستی داعش مسئولیت انفجار شب گذشته در شهر کاظمین را بر عهده گرفته است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه 13 خرداد در تشریح آخرین تحولات مربوط به مذاکرات وین درباره توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت: پیشرفت‌هایی حاصل شده است. با این حال نه خوشبین هستیم و نه بدبین. نت پرایس در یک نشست خبری در واشنگتن گفت: هدف ما این است که اطمینان حاصل کنیم جمهوری اسلامی یک بار دیگر تحت قوی‌ترین سازوکار نظارتی و راستی آزمایی قرار بگیرد که تاکنون بر سر آن مذاکره شده است. روزنامه یل شرق الاوسط خبر داد نیروهای حشد و شبی برنامه سازمان یافته‌ای برای سرنگونی دولت عراق طراحی کرده و قصد دارند با سلب اعتماد از مصطفی الکاظمی نخست وزیر این کشور او را از قدرت کنار بزنند. به گزارش روزنامه یل شرق الاوسط، ردپای این برنامه سازمان یافته در اظهارات هادی العامری رهبر اتحاد الفتح و قیس الخزعلی رهبر اصائب اهل حق قابل مشاهده است. آنها مصطفی الکاظمی را به داشتن دشمنی با حشد الشعبی متهم کردند. وزیر دفاع اسرائیل در دیدار با همتای آمریکایی خود تاکید کرد که جمهوری اسلامی به عنوان مهمترین مشکل منطقه‌ای و جهانی تهدیدی برای موجودیت اسرائیل است. وزیر دفاع اسرائیل افزود در این روزها جمهوری اسلامی به توسعه سلاح اتمی خود ادامه می‌دهد و به شبه نظامیان در سراسر خاورمیانه کمک می‌کند. متوقف کردن جمهوری اسلامی یک ضرورت استراتژیک برای ایالات متحده اروپا، کشورهای منطقه خاورمیانه و اسرائیل و همچنین مردم ایران است. رئیس سرویس فدرال همکاری‌های نظامی و فنی روسیه گفته است که جمهوری اسلامی خواستار خریداری انواع سلاح‌های روسیه است. به گزارش آواتودی، دیفنس پست در گزارشی نوشته است دیمیتری شوگایف از درخواست جمهوری اسلامی برای خرید طیف وسیعی از سیستم‌های تسلیحاتی از روسیه خبر داده و تأکید کرده که روسیه نیز دورنماهایی برای همکاری نظامی و فنی با جمهوری اسلامی دارد. 4 عضو انجمن سبز چیا در پی وقوع سانحه تصادف در حوالی شهرستان سقز در استان کردستان جان باختند. به گزارش آواتودی، شعله قادری، آرشام عزیزی، داوود باخیش و کاوه خسروزاده از اعضای گروه کوهنوردی انجمن سبز چیا که با هدف محکوم کردن آتش سوزی جنگل‌های زاکروس راهی شهرستان بانه بودند، حوالی شهرستان سقز دچار سانحه تصادف شده و جان خود را از دست دادند. CNN از ردیابی کشتی‌های رژیم ایران توسط آمریکا که احتمالاً به سمت اقیانوس اطلس و ونزوئلا می‌روند خبر داد. CNN درباره تردد کشتی‌های رژیم آخوندی به سمت ونزوئلا نوشت: پنتاگون و آژانس‌های اطلاعاتی ایالات متحده دو کشتی رژیم ایران را که تهران ادعا می‌کند به ونزوئلا می‌رود از نزدیک ردیابی می‌کند. دیدبان حقوق بشر سوریه به نقل از منابع بسیار معتبر اعلام کرد که نیروهای تروریستی سپاه و حشد الشعبی در المیادین سوریه راکت انداز تولید می کند. به گفته منابع دیدبان حقوق بشر سوریه، مراحل ساخت در منطقه نظامی الرحبه در ناحیه المزاره که در برگیرندگی بیشترین تعداد نیروهای تروریستی سپاه و حشد الشعبی در حومه شهر المیادین است، انجام می شود. سپاس از همراهی شما شنوندگان گرامی. شب و روزگارتان خوش.